بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب فرمی دکتر جناب علی سلام آقا، من یه مسیحی هستم. خواهش کنم، خواستم به شما بگم که شما درست سخنرانی میکنی، خیلی قشنگ به قانون اون زمان. مادر بزرگ من مسیحیم، مادر بزرگ من 13 ساله شوهر کرده. آفرین بر شما. بعدم دیگه موقعی که منو بردن خونه شوهر، عروسکم هم همراه خودم بردم. آفرین بر شما. شما حالا از نظر قرآن اینا میگی 8 ساله دختر، اونم 1400 سال پیش. اینا بی خود میگه، قانون اینطور بود اون زمان. آفرین بر شما، درود بر شما باشه. خدا حافظ. خدا حافظ شما. از این خانم مسیحی ادب یاد بگیرید. بله. از این خانم مسیحی انصاف یاد بگیرید. بله. از این خانم مسیحی حق‌گویی یاد بگیرید. بله. 13 ساله مادر بزرگم برای ما تعریف میکرد. خواهر محترم، حتی هنوز که هنوزه در بسیاری از جاها، در دهات، در جای دیگه رواج داره. بله. این رو تابع شرایط جامعه. من ببخشید، شما پدر من هستید. پدر من. سلامت باشید. شب نخوابیدم، با شوهرم صبح هم میشدم، میشستم با عروسکم بازی میکردم. بله. مادر بزرگم میگم برو عروسک تو بردار و بازی کن. بله، درست. این اون زمانی طور بود. هر زمانی شرایطی داره. بله. شرایط یک زمان رو به زمان دیگه منتقل کردن کار بیخردانه. این آقا بی خودی چرنترد حرف میزنه، بی احترامی میکنن. خیلی متشکرم. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی قشنگ قانونی درست صحبت میکنید. لطف میکنید، محبت. ممنونم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خداوند مسیحیان امثال شما رو زیادتر بکنه و شرایط یک جامعه رو، شرایط زمان رو در نظر نگرفتن نشانه بیخردی است، نشانه بیعقلی است. و این دهندریده هایی که میان این حرفا رو میزنن و افسار گسیخته ها از اینجا و اونجا، جز که اینهای خودشون بی این خانم رو، از این خانم انصاف یاد بگیریم، از این خانم و امثال این خانم انصاف و عدالت یاد بگیریم.